رفقا سلام، خیلی مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام صحبت من در باید سایده ها میخوام بازش کنم براتون، برای کسایی که اطلاع ندارن. البته یه آزار بحث حالت سیاسی داره، اگه کسی علاقه نداره ادامه ویدیو رو نبینه که شاید بوتر سرور بشه. ولی تمام دیکتاتوری ها، تمام حکومت های حالا دیکتاتور، مختلف، توتالیتر، اساس سایبری دارن. اساس سایبری چی؟ جنگ سایبری چی؟ جنگ سایبری جنگیه که خلاصه میشه داخل فضای مجازی. هدفش چیه؟ جهت‌دهی فکری به عموم مردم. روش عملکردش چیه؟ روش عملکرد اینه که سایبری ها مثل برگه های پاسور با چهره های مختلف، رنج های مختلف، اما همه یک چیزن. اگه برشون گردنی، اگه نقاب رو برگردین، همه یک چیز هستن، همه یه رنج هستن، همه فیلمتونه یه حکومت رو نظام هستن. مثال میزنم که قابل فهمتر باشه، مثلا یه اکانت یه پسر ورزشکار رو در نظر بگیرید، یه اکانت یه دختر هنرمند یا آدم های معمولی روزمره نویس، اینا رو در نظر بگیرید، اکانت های معترض رو در نظر بگیرید، اکانت های خیلی رادیکال، مخالف های خیلی رادیکال که اصلا کاملا مخالف نظام هستن، فقط انقلاب میخوان. خب هر کدوم از اینا مدل های مختلفی هستن دیگه، به اصطلاح خریدارای متفاوت خودشون رو دارن. خب اون پسره یک سری مشتری جذب میکنه، دختره یک سری مشتری جذب میکنه، اون اکانت رادیکال یک سری مشتری جذب میکنه. در زمان مناسب اینا شروع میکنن به عملیات رو، به اصطلاح شروع میکنن عملیات سایبریشون رو شروع میکنن. حالا این عملیات ها از دسته های مختلف میتونه باشه، میتونه راه اندازی و پیش برد یک جریان باشه. مثلا یک نظامی کشته میشه، اینا شروع میکنن به زبان های مختلف و از زاویه دید های مختلف تصدیق میدن براش، یا مثلا تعریف میکنن ازش، یا جریان های دیگه مثلا یه هواپیمایی رو بهش شلیک میکنن. اینا شروع میکنن به زبان‌های مختلف افکار عمومی رو جور دهت میدن که انگار این خبر دروغه، دور از عقل حساب اینجوری نشون میدن. کار دیگه ای که میکنن اینه که افراد مؤثر، فعالین مؤثر اجتماعی و سیاسی رو تخریب میکنن. روش های تخریبشون چیه؟ میتونن یه تهمتی بزنن و همه با همون تهمت رو پخش کنن، میتونن بخش از نوشته اون فرد رو جدا کنن و منتشر کنن، میتونن بخش از ویدیوی اون فرد رو جدا کنن و منتشر کنن. برای مثال من همین الان چیزی رو میگم که قابل جدا کردن باشه و بتونن ازش استفاده کنن برای تحصیل من. برای مثال من به دروغ میام، میگم من از آمریکا پول میگیرم، از جایی که دستم گذاشتم رو سینم اگه کات کنی پخش کنی میشه ویدیویی که میتونم باهاش بشه من رو خراب کنن. اگه من یه متنی رو بنویسم، بخشی از اون رو جدا میکنن و بدون قبل و بعدش معنای متفاوت رو پیدا میکنه و با انتشار اون بشه من رو خراب میکنن. تو تمام این سالها اینا کسایی که فعالیت میکردن، کسایی که وطن دوست بودن، برای مردمشون تلاش میکردن، بها میدادن، آدمایی که زیادی داشتیم، خیلی زیاد، من اسم نمیارم ولی خیلی زیادم، بشه اونا رو خراب کردن. چه سودی داره خراب کردن بشه این افراد؟ اینا حمایت مردمی خودشون رو از دست میدن، این فعالین مردمی در واقع اون قدرتشون رو، قدرت تاثیرگذاریشون رو در نتیجه تا حدی از دست خواهند داد. این باعث میشه که این فعال قدرتش از دست میده، این از دست میده، اینا اصلا حتی دور میشن، ممکن توی همون افراد هم کسی سریع به این بازی رو بخوره، پیش میاد، قطعا ممکنه که پیش بیاد. خیلی خوب، مدرد میکنم. برای مثال این توی تو نگاه کنید، بخشی از
سویت من رو جلو کرده و جوری نشون داده که انگار من کلم با هشتک زدم مخالفم، در صورتی که من سالهاش خودم دارم اگه کسی رو دستگیر میکنم هشتک میزنم براش، سویت میزنم براش، شاید هر روز در صورتی که من قبل از اون یه مثل بلندی نوشته بودم و در مورد خود همین سالهای ها رو بستر بودم و این ادامه اون مرسی بود. این یه نمونه شده بود. اینا خلاصه نمیشن به ارتش سایبری. آدم های معمولی هم مثل من و شما جز این افراد هستن، یعنی اینا این ارتش سایبری آدم های معمولی رو هم میخره. چطور؟ من معترضم، میاد به من پیشنهاد پول میده، میگه بیا با ما همگام شد این مسیر، تو کار خودت رو بکن، ما هم کاری با تو نداریم، ولی وقتی ما نیاز داریم مثلا ما رو بازنشر کن، تویت من رو مثلا ریتویت کن، مثلا فلان صحبت که من کنم مثلا حمایت کن و این مقدار پول ماهیانه ما به تو میدیم. نمونه بوده که پول دادن به کسی که حالا هنرش رو نمیخوام بگم، فعالیتش رو نمیخوام بگم، اومدم به آیتیت پول دادم مثلا رفت بده گفتم تو بیاییم مقدار پول ما به تو میدیم، حمایت میکنم از کارت، تو یا پولیتی یا خیلی خفن بزن و اعتراض رو بکن، ولی اینجا این رو هم تخریب کن، فلان شخص رو هم وقتی ما داریم تخریب کنیم بیا کنار ما بیاییم و این رو هم تخریب کن. پس الان ارتش سایبری که ما باش رو به رو هستیم فقط خلاصه نمیتونم تو شخص که مستقیما به اصطلاح ملک بگیر هستن، مستقیما ملک بگیر کسایی هستن که غیر مستقیم فعالیت میکنن، کسایی هستن که توی جناب اونا میکنن، کسایی هستن که فقط برای پول هم برای این که خودشون به یه جایگاهی برسن کمی اسم به کمی شهرت اونا هم همدست این سایبری ها میشن. دوره پول در آوردن از خون مردم ایران تموم شده، دوره باندبازی تموم شده. ما یک هدف مشترک داریم، من برای باند خودم نمی جنگم، اونی که داره برای باند خودش می جنگه توی تیم مردم ایران جا نمی گیره، دشمن من دوست من نیست. امروز اگه من فقط برای اسم شما جنگیدم من حذف میشم از تیم بچه های 98، بچه های 96، من حذف میشم از این تیم، هیچ کسی نمیتونه که به این روند رو بگیره. امروز اگر برای باند جنگید قدرت جنگیدی مثلا ارتباطی به این فضایی که ما در خودش قرار گرفته نداره، اینجا کسی دنبال قدرت نیست، اینجا کسی ارزشی برای قدرت، برای پول، برای شهرت، اینجا ارزش نیستن اینا برای ما. اگر اینا برای تو ارزشن، اگر فقط میخوای دوست رهبره، اگر اونی که فکر میکنه خیلی بزرگه، اگر تیمتون، اگر باندت، اگر برای پولت، اگر اونا رو میخوای بالا ببری، نه، تو هم همدست سایبری ها هستی. اگر برای باندت فقط داری مبارزه میکنی تو هم همدست ظالم هستی. مرد وجود داره بین ما، این مرد هر روز شفافتر میشه، هر روز پرده ها میفتن، مشخص میشه چی کجا قرار گرفته، چی کجا ایستاده، چی با مردم ایستاده، چی بر علیه مردم. اگر با مردم نایستادی دیگه تفاوتی نداره کجا ایستادی، چه کنار ظالم چه تو باندت و برای باندت، نه، تو کنار مردم ایستادی. ما نیاز داریم به فهم مشترک، ما نیاز داریم به هدف مشترک. و چه هدفی مهمتر از مردم ایران؟ یه زمان دیگه که میگفت کسی که کلمه مردم رو زیاد استفاده میکنه یک از دوستای نفسی من بود، میگفت اینایی که کلمه مردم رو زیاد استفاده میکنن دنبال قدرت میگردن. من امروز اگه بودم نه هم ولی یه رفتی یادم شد چیزی جا رو بیدم بیدم که خودم درگیر این ادبیات شدم، ولی لازمی که من اینجوری بگم، من اگر خیلی کسی خوب نیومده ایگه شاید هم به گوش من نرسیده، اگر تا این روز هم برای باند فعالیت می کرده، امروز من دوستانه به پیشنهاد می کنم
به کنار مردم ریخت. بگذر از اون پول، از اون مقام، جور دیگه به دست بیار، از اون شهرت یا هر چیزی که دنبالش هستی، باندتو برشون، با باند بازی تو به جای نرسه، نه باندتو به جای میرسه، نه باند رقیبت به جای میرسه، و هیچ وقت به جای نمیرسه. تو داری دشمن تو رو تحریک میکنی، تو داری دشمن مشترک رو تحریک میکنی با فاصله که آگاهانه یا بدون اینکه متوجه بشی ایجاد میکنی بین مردم. روی سخن من با اون نیست که مسلمان داره پول میگیره از نظام، با اونیه که فریب خورده. تو میتونی برگردی، تو پتانسیلش رو داری. سایریان که تکلیفش مشخصه، دستایی که رو شدن، آدم های کمبوشی که یه الگوریتم تکراری رو همیشه پیش میبرن، تکرار میکنن و دوباره یه شخص هر بار یه نفر رو به یه شکل سعی میکنن تحصیل کنن. گذشت دورش تموم شده. من افسوس میخورم به حال اون نظامی که پول میده به پای شما کمبوش ها. خیلی خوب بحثتون هم گرفتم بچه ها، خودی ها دمتون گرمه. امیدوارم که کممون اینو بدونیم، موقعیت سخته، باید باهوش باشیم. این فکر کردن خیلی مهمه. کاش به ما یاد میدادن فکر کنیم. مهم نیست تو ما چی میگه، تو فکر کن ببین چی میگه. تو فکر کن، تو اون برم اگه مخالفش هم فکر کنی به اون هم فکر کن. فکر خیلی مهمه. تمام آدم ها باهوشن. کسی که فکر میکنه فقط خودش میفهمه، فقط خودش باهوشه، این جزء احمق ترین هست. کاش کلمه احمق رو استفاده نمیکرد، دوباره استفاده کردم. آره، همه آدم ها باهوشن. همه ما محض داریم، توانایی به تفکر داریم، همه ما قدرت پردازش داریم. میتونیم فکر کنیم. نیازی نیست هیچ کس رو اونقدر بزرگ نکنیم که تمام حرفاش رو بدون چون و چرا بپذیریم. هیچ کس، فقط خودت هستی که میتونی درست و غلط رو تشخیص بدی. اجازه نده کسی تأثیر زیادی روش بذاره، چون تأثیر پذیری که کاملا ناخودآگاهه و نمیشه جلوش بگیره. تأثیر زیادی نذار بذار روی ذهنت. خودت فکر کن ما کافیه به همین فکر کردن برسیم.